دوستداران پیج فرانس دالغو سلام. امروز می‌خوایم راجع به روزهای هفته صحبت بکنیم. شاید بگید خب روزهای هفته که خیلی ساده است دیگه. هفت تا روزه که حفظ می‌کنیم. ولی نه. چند تا سورپرایز براتون دارم. یه سری نکات کوچیک وجود داره که تو روزهای هفته وقتی می‌خوایم به کار ببریم توی جملات مهمه و باید بهش توجه بکنیم. خب روزهای هفته رو می‌دونید. لندی، مغدی، مرکودی، جودی، واندرودی، سمدی، دیمانش. اما نکته اول، روزهای هفته در زبان فرانسه آیا با حروف بزرگ نوشته میشن یا با حروف کوچیک؟ Le jour de la semaine doivent prendre majuscule ou minuscule. تو جواب باید بگیم که برخلاف زبان انگلیسی در فرانسه لزومی نداره که روزهای هفته رو با حروف بزرگ بنویسیم. Il n'y a besoin de mettre majuscule pour les jours de la semaine en français. و میتونید با حروف کوچیک هم روزهای هفته رو بنویسید. نکته بعدی خیلی مهم. این جمله رو چجور به زبان فرانسه میگیم؟ وقتی میخوایم بگیم که مثلا من دوشنبه با ژاک قرار دارم یا من دوشنبه قرار ژاک رو ببینم. چجوری میگیم؟ آیا میگیم لو لندی جو و وار ژاک یا باید بگیم لندی جو و وار ژاک؟ کدومش درسته؟ جواب اینه، از نظر گرامری هر دو درسته ولی معنیشون با هم فرق میکنه. اگر گفتید لندی جو و وار ژاک یعنی این دوشنبه من ژاک رو قراره ببینم، سو لندی در واقع این دوشنبه. ولی اگر گفتید لولندی جو و وار ژاک، لولندی یعنی هر دوشنبه، طول لندی، تمامی دوشنبه من ژاکو میبینم. پس دقت بکنید، اگر با حرف تعریف استفاده بشه معنی هر میده. یا مثلا وقتی که میگیم لو سامدی جو و او یوگا، یعنی من هر شنبه میرم کلاس یوگا. مثال دیگه، مثلا اگر بدون حرف تعریف بگیم سمدی جوه شل کوافور، یعنی من این شنبه میرم آرایشگاه. سمدی بدون حرف تعریف استفاده شد. یه نکته مهم دیگه، هرگز و هرگز دانلو سوغلو برای روزای هفته استفاده نکنید. دانلو لندی، سوغلو لندی اصلا معنی نداره. ما تو فرانسی همچین چیزی نه، هیچ پرپوزیسیون استفاده نباید بکنیم براش، مگر پروپوزیسیون ا که اونم به معنی تا هست. مثلا وقتی که خداحافظی میکنید از هم جدا میشید، مثلا میگیم که اوغفوار الندی، یعنی خداحافظ تا دوشنبه، یعنی دوشنبه میبینم. یا خیلی ساده بگید که اوغفوار انسووا لندی، انسووا لندی بدون هیچ حرف اضافه یا بدون هیچ در واقع آرتیکلی. پس دانلو سوغلو اینا هیچ کدوم نداری در زبان فرانسه برای در واقع روزهای هفته. نکته بعدی، میتونیم روزهای هفته رو با قیدهای زمان مثل متن، صبح، اپری میدی، بعد از ظهر، سوار، شب یا عصر استفاده بکنیم. مثلا میگیم که تو سه واندرودی سوار اون va voir Jacques. تو سه واندرودی سوار اون va voir Jacques. یعنی میدونیم ما جمعه عصر میخواییم ژاکو ببینیم، واندرودی سوار یعنی این جمعه عصر. حالا باز دوباره اگر آرتیکل استفاده بکنید، مثلا میگیم که لو واندرودی متن جه مون کور دو فرانسه. چون لو استفاده کردید همونطور که گفتیم معنی هر میده. لو واندرودی سوار، لو واندرودی متن جه مون کور دو فرانسه، یعنی هر در واقع جمعه صبح من کلاس فرانسه دارم. دیگه نکته دیگه که بخوایم در مورد روزهای هفته بگیم، یه نکته دیگه که باز یادم اومد، ما از دو کلمه پروشن و درنیه استفاده میکنیم. پروشن به معنی آینده، بعدی. مثلا میگیم که سمدی پروشن، یعنی دوشنبه بعدی، سمدی پروشن. یا سمدی درنیه، دوشنبه قبلی. سمدی درنیه اون تله و سینما، دوشنبه پیش رفتیم سینما. یا مثلا سامدی پروشان اون ا راندووو ش ا لا بانک. والا سامدی پروشان اون ا راندووو ا لا بانک، یعنی شنبه آینده ما
توی بانک قرار ملاقات داریم. و باز یه نکته دیگه، شما میتونید تاریخ دقیق رو مشخص بکنید. مثلا میگیم که مقدی 12 نوامبر، سه‌شنبه 12 نوامبر. میتونید هم بگید لو مقدی 12 نوامبر، فرقی نمیکنه. پس دقت بکنید به این چند تا نکته. میبینید که به قول فرانسوی ها il y a quelques petits trucs, il y a quelques petits détails، یه سری نکات کوچیک، جزئیات کوچیک هست که مهمه و بعد حتما بهشون توجه بکنید در کار بردن روزهای زبان فرانسه. مرسی بوکو. N'oubliez pas de mettre votre commentaire. Au revoir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 7 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 jours. Samedi, dimanche, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 jours.